بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا عرض تبریک دارم خدمت برادران عزیزمون و اساتید محترم و خواهران عزیزمون. سال تحصیلی جدید رو و ترم جدید رو و خصوصا به رفقا و عزیزان دهه 80 که امسال دیگه دانشگاه متبرک به دهه 80 ها هم هست و محضر رفقای دهه 80 هم هست. این مطلب اول. مطلب دوم در مورد غیبت نسبتا طولانی مدت ما محضر عزیزان که به یک اعتبار 4 ماه ما خدمت عزیزان نبودیم، الان بعد از 4 ماه دانشکده مهندسی اومدیم و نمازخونه اومدیم و میبینیم الحمدلله نبوده، اونا واسه خیر شده، نبودنمون لااقل خاصیتی داشته. و به یک اعتبار 1 سال شما روز 22 ماه رمضان محضر دوستان بودیم و شب قبل نمیدونم چه تقدیری برای ما رقم خورد که کلن دیگه از شب 23 اولین باره که محضر عزیزان هستیم در اینجا. و رفتن ما هم نه اخراج بود نه فرار، هیچ کدومش نبود، استعفا بود عرض کنم که، و کاری به عهده ما اومد، وظیفه سنگینی و مسئولیتی که البته تو حوزه فعالیت اجتماعی خیلی نیست، بلکه مسئولیت به اینه که کار اجتماعی ما کمتر بشه و مسائل شخصی علمی مسائل از این سنخ بود. دستور اکیدی بود که از جای خاصی رسید و موظف شدیم به این که فعالیت‌ها رو کم بکنیم. بنا نداشتیم واقعا دیگه بعد از اون هیچ جلسه ای رو هیچ جایی رو قبول بکنیم، ولی خب لطف دوستان به ما خصوصا در دانشکده مهندسی واقعا شرمنده کننده است. رفقا خیلی محبت داشتن این چند وقتی که ما نبودیم، از همون اولی که بنا شد نیاییم تا همین الان همینجور سیلی از پیام‌ها و محبت‌ها و اینا بود به یه طلبه بیمایه و فقیر. رفقا اینقدر محبت داشتن، این به نظرم خودش مقیاس و معیار خوبی میتونه باشه برای اینایی که میگن طلبه و روحانی در مردم پایگاه اجتماعی نداره. ببینید دیگه یه طلبه صفر اینقدر مورد محبت قرار میگیره از قشر نخبه و تحصیل کرده، حالا اگر علما و برجستگان و شخصیت‌های علمی معنوی باشن دیگه چه برخوردی دریافت خواهند کرد. این آتش و استقبال مردم ما رو نشون میده، خصوصا جوانای ما رو که انقدر قدردانن نسبت به معارف اهل بیت و معارف ناب قرآن و اطرت. خب نبود ما پس علتش این بود، ولی حالا بنا هست که خدمت عزیزان باشیم. روزهای شنبه اگر خدای متعال توفیق بده ظهر شنبه هر هفته محضر دوستان هست. مطلب سوم در مورد آخرین بحثی که ما محضر دوستان داشتیم، کتاب آنسوی مرگ، که خب این کتاب دیگه جهانی شد و این بحث‌های ما هم فکرشو نمی‌کرد. البته حقیقتا خوشحالی نمیشه گفت که حالا این بحث میلیونی شد و اقبال این شکلی بهش پیدا کرد، مثلا بشه گفت خوشحال هستیم. مسئولیت سنگین‌تر میشه و بعضن تبعاتش هم برای ما بیشتره. خب این بحثا وقتی اینجا طرح میشه توی جمع نخبگانی و تحصیل کرده است و بعضی مسائل وقتی مطرح میشه، من میدونم از جانب شما برای بنده آفتی پیش نمیاد. مثلا اینجا میگم آقا یه داستانی یه کسی میخوام بگم، شما پیگیر نشید کیه و چیه، ولی این حرف وقتی تو فضای مجازی منعکس میشه و منتشر میشه سیل پیام و گاهی با تندی و چه بسا با دشنا که مثلا مگه فکر کردی کی هستی که نمیخوای معرفی کنی، مثلا از این قبیل پیام ها. خب تبعاتی هم داره. یه عزیزی اصرار کرد که آقا من میخوام یکی از این آقایون رو ببینم. مشکلی داشت، مشکلش هم واقعا حاد بود، مادرش به نفع بسیار بدی بیماری سنگین و سختی داشت و این بنده خدا هم در اذیت و آزار بود که خدا انشالله شفا بده همه مریضا. این بنده خدا خیلی اصرار کرد، آدم مؤمن و متعبدی هم، حالا بنده که اعتباری نداشتم با واسطه دیده میشد و خیلی اصرار کرد. بنده میدونستم که افاقه ای نمی کنه و خاصیتی نداره و ضرر هم داره. بزرگی رو در تهران معرفی کردیم، ایشون رفت و میسر نشد و عزیز رو در قم معرفی کردیم و رفت و ایشون هم گفت من دعا میکنم و اتفاقی هم نیفتاد. پیام داد که خدا یک دروغ بزرگ است و من میخوام الان خودکشی کنم. حالا من نفهمیدم خودکشی کرد یا نکرد، با
واکنش خاصی نشون ندادیم، بهشم خدا کمکت کنه. بهش خدا دروغ بزرگ است، گفتم خدا کمکت کنه. عرض کنم که خب اینجور تبعات رو داره، این قطعا برای خود اون عزیز بدتره. یعنی یه وقتی فکر میکنی یه راه در روی هست، یه کسی میتونه نجاتش بده، با همین توهم اگه آدم بمونه بهتره، تا اینکه بره و اونو ببینه و احساس بکنه نتیجه حاصل نشد. بعضا از این پیام هم زیاده، یکی بیاد به ما بگه آینده چیکار بکنیم، شغلمون چی بشه، مشکل اقتصادیمون از کجاست، اسم منو به فلانی بگو ببین نظرش چیه. از این قبیل مسائل زیاد داریم و اگر خدای نکرده باز تبعات داشته باشه، مجبور میشیم خیلی از مباحث رو فاکتور بگیریم. این کتاب خب به همت عزیزانمون آقای صادقی و حاجی دهآبادی که تألیف کرده بودن، خود آقای حاجی دهآبادی با ما تماس گرفت، یکی از مؤلفین کتاب، و هم تشکر کردن بابت مباحث که ما اینا رو گوش میدیم و عزیزان دیگه گوش داده بودن، و خیلی درخواست داشت که با برخی از این افرادی که ما معرفی کردیم ارتباط بگیره، جلد دوم کتابو بنویسه، که عرض کردم معذوره. گفت لااقل کتاب ببرید برای طلاب جوادی آمادی، باز عرض کردم معذوره. و هر درخواستی که در من داشتن بنده معذور بودم و کمک برای جلد دوم خواستن که باز تقریبا معذور بودم. و حتی انتقادهایی هم داشتم که به خودشون گفتم در مورد کتاب، بحث کردیم دیگه، حالا بعضی رو قبول نداشتن، بعضی رو قبول داشتن. تصمیم دارن کتاب رو بین المللی کنن، انگلیسیشو بنویسن، سفرهای خارجی برن، با برخی از کسانی که این تجربه برشون حاصل شده گفتگو داشته باشن، که اتفاق خیلی خوبی است. و قلم خیلی خوب، مطالب خیلی خوب، و مشخص بود که متأثرن خود اینها. مثلا ایشون با ما 45 دقیقه صحبت کرد، آخرش گفت که من الان با وادی حق الناس 45 دقیقه به شما برگردونم، اون که الان یک سال بیشتر از کتاب گذشته، و نشون میده که اینها واقعا خودشون تحت تاثیر مطلب قرار گرفتن و همین برکت میده به کتاب. خب ما خیلی علاقه داشتیم که مباحثی از این قبیل رو ادامه بدیم. البته اعلام کرده بودیم سوره مبارکه متففین رو، پارسال هم همین رو اعلام کرده بودیم، ولی نمیدونم چرا سر نمیگیره. خود سوره انگار راضی نیست به اینکه ما محضرش بشیم. امسال هم بنا داشتیم سوره مبارکه متففین رو شروع بکنیم، همون مباحث قرآنیش رو نکاتی عرض بکنیم. پری روز عزیزی یا سه روز پیش کتابی رو معرفی کرد، گفت آقا این کتابم چاپ شده تو همون موضوع. اسمش که به تن من خورد دلم لرزید، گفتم این کتاب رو به دست من برسه. دیگه عساکری رو ما موظف کردیم، رفقا رو، که این کتاب رو گردن پیدا بکنن، و هرچی اینا گشتن کتاب پیدا نشد. تا دیروز عصر بنده خودم کتاب به دستم رسید و دیشب خوندم، و از امروز بنا داریم که این کتاب رو شروع بکنیم بعد از آن سوی مرگ. اسم کتاب هست 3 دقیقه در قیامت، که تجربه نزدیک به مرگ NDE، یه جانباز مدافع حرمه که ایشون تا مرز شهادت میره و برمیگرده، و از جهاتی خیلی از کتاب آن سوی مرگ هشدارها و نهیب‌های جدی‌تر داره. کتابی است که همون تو همون حال و حواس و یه تکونی باز به آدم میده. انتشارات شهید ابراهیم هادی چاپ کرده و کتابم داغه، یعنی چاپ همین الان، همین سال 98 تازه کتاب چاپ شده و خیلی هم کمیابه، خیلی جهان نیست، به ندرت تو مشهد شاید یکی دو تا فروشگاه بیشتر پیدا نشه کتاب رو داره. و البته قلم کتاب آن سوی مرگ قلم جذاب‌تری است، نویسنده بالاخره نویسنده ماهر و رمان نویس و داستان پردازه، خیلی قشنگ تونسته تصویر سازی بکنه، اون تصویر سازی رو تو این کتاب نداره. یکی دیگه از حسن‌های کتاب آن سوی مرگ به نظر بنده، برای بنده، اینه که اصلا وارد فضای آخوندی و تخصصی نشده، حرف آیه روایت نزده، اونی که دیده رو گزارش کرد، ولی این کتاب وقایعی که دیده میشه رو هی میگه این اون آیه است، این روایته. خب این از تکاپو برای بنده میندازه کتاب رو، ولی از جهتی متن کتاب و ماجرا خیلی ماجرای عمیق‌تری است. اولا با یک شهید ما مواجهیم و وقایع مربوط به شهادت و مسائلی که براش پیش میاد خیلی خاصه. ایشون کلا 3 دقیقه از دنیا میره و این 90 صفحه محصول اون 3 دقیقه است. بحث حساب کتابش، اون بحث حق الناس با یه جزئیات خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر اینجا مطرحه به نسبت یک شهید، و چیزهایی نقل میشه که خیلی جالبه، آثار معنوی کارها که حالا من بعدم نمیاد بعضیشو بگم، ولی میترسم که شما اشتیاق مطالعه رو از دست بدید. مثلا میگه به من گفتن که این شهادت تو که عقب افتاد، هر نگاه حرامی 6 ماه شهادت رو عقب میندازه.
بعد وقایعی که براش پیش اومده که یکی یکی مسائلی که پیش میاد، حالا برداشتو بگم دیگه از باب حالا اسپویل نباشه، کتاب اسپویل نکنیم که دوستان برن مطالعه بکنن. مثلا میگه که من وارد اونجا که شدم موقع حساب کتاب و اینا که حالا به نحو خاصی هم هست ترسیم میکنه، شبیه به فضای آنسوی مرگی با یه تفاوتهایی و جزئیاتی. میگه دیدم یه نفر منتظر منه، پیرمردی بود که ما تو مسجد اینو دیده بودیم و میشناختیم، از قدیمی های مسجدمون بود، ما نوجوان بودیم تو مسجد کار میکرد و ایشون 4 سال بود که از دنیا رفته بود. من که وارد شدم گفت 4 سال من معطل تو هم که تو بیای، من تو مسجد که تو نوجوان بودی شما داشتین سیاهی میزدین، من یه بار برگشتم گفتم اینا رو نگاه، همه کاراشون فیلمه، مثلا یه همچین چیزی، اینا همه کاراشون فیلمه. این به عنوان تهمت حساب شده، 4 سال من رو نگه داشتن که شما بیا حساب کتاب کنیم بعد من وارد خونم بشیم. بعد میگه من چون اعمالم خیلی ریخته بود به هم و هیچی نمونده بود، که حالا تو کتاب توضیح میده به چه دلایلی همه اعمال از بین رفته بود، شهید البته ایشون رو بدونید، شهیدیست که اعمال نمونده برش. بعد میگه که دیدم خیلی حسابم خالیه، گفتم من از این نمیگذرم، با اینکه میدونستم سخته که این بنده خدا رو گرفتار کنم. گفتم که این چی داره؟ گفتن یه وقف خوبی، یه زمین بزرگی رو وقف کرده که الان هم میخواد با همین بره یه خونه خوبی داره گیرش میاد. این معادل تهمت توه. گفت گرفتم ازش، اینو گرفتم، این پیرمرد پژمرده شد، بعد دوز بردنش بهش، پژمرده رفت بهش. و میگه بعدم که برگشتم دنیا رفتم آمارشو گرفتم که حاجی فلانی وقفی داشته یا نه، گفتن آره، و رفتم خونه رو دیدم، خونه بهشتیم و آشنا شدم باش. وقایعی هست، حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبینه ایشون، در مورد انقلاب اون مسائلی رو میگه، در مورد آینده مسائلی رو میگه. و خصوصا بخش جالب ماجرا اینه که افرادی رو به اسم میگه، اینها رو دیدم شهید شدن و اینها بعدن یکی یکی شهید میشن، بعضیشون هنوز شهید نشدن که میگه بعدن اینا شهید میشن. که خب این کتاب یه بخش اولی داره، یه 30 صفحه، این کتاب اول 40 صفحه نداره که نخونید، همش رو بخونید. 30 صفحه اولش هم بخونید، 30 صفحه اول مقدمه است. یه مسئله خیلی خوبی در مورد کلا تجربه نزدیک به مرگ NDE ایشون میگه. نویسنده کتاب، نویسنده کتاب شهید ابراهیم حادیس، میگه من با این رزمنده آشنا شدم، پیگیر شدم ببینم و وقایعی ازش شنیدم و با اصرار مجابش کردم که این کتاب بدون اسمش چاپ بشه. و اون رفقای شهیدش هم تو خط ایشونو نمیذاشتن جلو بره، هی عقب نگه می‌داشتن با لطائف الهی، میگفتن تو این حرفو باید بزنی به مردم برس، که اونا اتفاق خودشون شهید میشن. 30 صفحه اول مطالب علمی در مورد این تجربه نزدیک به مرگی که انشالله میخونیم، نکات خیلی خوبی داره. و بعد وقایع یکی یکی میگه، اعمالی که داشته و از بین رفته یا مثلا عمل براش مونده با برکات و آثارش، اتفاقات پیرامونی، حالات افراد وقتی برمیگرده چشم برزخی پیدا میکنه و از خدا میخواد چشم برزخی رو از او بگیره، چون میگه نه قضا میتونستم بخورم نه با کسی میتونستم ارتباط برقرار بکنم، رو به دیوار فقط میشستم، با ناله و التماس چشم برزخی رو برگردوندم که از من بگیرید بتونم زندگی کنم. و صفحات آخر کتاب خیلی شورانگیزه، ماجرای شهداست و رفقایی که ازشون شهید میشن و مسائلی که براش پیش میاد، افراد همه اسمشون هست غیر از ایشون و عکس شهدایی هم که دوستان ایشون بودن و شهید شدن، همش آخر کتاب هست. خب ما کتاب رو انشالله از امروز خیلی کوتاه وقتی رو براش داریم، بعد انشالله شنبه ها محضر دوستان هستیم، یک هفته هم فرصت داریم. دوستان سوالی، نکته، مطلبی اگر کسی داشت به ما برسون، البته ما دانشگاه نیستیم، تو فضای مجازی میتونیم خدمت سوالات دوستان باشیم و شنبه بعد که خدمت نرسیم پاسخ بگیم، چون خیلی از مطالب موند. یکی از رفقا که الان هم اینجا نیستن، این ترم رفتن دانشگاه شریف، گفتم من اینا لیست کردم، تو هی وعده دادی اینو میگم اونو میگم اونو میگم اونو میگم، هیچی هم نگفت. گفت 30-40 تا رو من لیست کردم و گفتم خب بده من بگم، الان فعلا خبری نشد. این نکات این شکلی رو دوستان منتقل بکنن که مطرح بشه. این کتابو آروم‌تر ما خواهیم خوند، چون اولا 90 صفحه است و با مکس بیشتری طبیعتا برخی از مطالبش ممکنه برای ما شک برانگیز باشه، این طبیعیه، همونجوری که در مورد کتاب آرسوی مرگ اینطور. مهم اینه که ما بتونیم با ادله عقلی و نقلی اثبات بکنیم مطلب رو، در واقع ما می‌خوام ما آیه و روایت خودمون رو بخونیم. این کتاب بهانه است، چون میبره وارد ساحت عالم خیال میکنه ما رو،
خاصیت هنر اینه دیگه، باید ما رو وارد عالم خیال بکنه. یه مطلب وقتی مطلب عقلی هنری میشه یعنی این، یعنی با عالم خیال شما ارتباط برقرار میکنه. این کتاب از این جهت که عالم خیال و عالم تجسم ذهنی ما رو فعال میکنه کتاب های خوبیست. ما میتونیم مطالب عقلی بگیم، تمام آیات قرآن، آقا یه کار بکنی 10 برابر میشه، نیت بکنی ثواب داره، ولی این کتاب میاد همه اینا رو با جزئیات صورت بندی میکنه، نشون میده. خب این خیلی فضای گفتگو رو برای ما فراهمتر میکنه. پس دوستان سوالات رو برسونن، ما با یه مکسی و دقتی انشالله مطالب رو و سعی میکنیم ادله عقلی و بحثای عقلیمونم کنارش داشته باش. میگن که ما تو مقدمه کتاب میگن که ما در مورد شهدا سالها فعالیت میکردیم، ده ها عنوان کتاب با موضوع شهدا نوشتیم. سال 96 سفری به اصفهان داشتیم، اونجا یه دوست عزیز که از فرماندهان سپاه بود شنیدم که ماجرای عجیبی برای همکارشون اتفاق افتاده که البته ایشون میگه من برای کسی نگفتم، چون برخی از اقوام نزدیکش رو به صورت گرگ و خرس و اینا میبینه وقتی برمیگرده. میگه من این ماجرا برای کسی نگفتم، به یکی دو تا از همکارا بعضا واکنش ها انقدر منفی بود که تصمیم گرفتم برای احدی نگم. این با واسطه ای به این نویسنده کتاب میرسه و گفت همکار ما جانباز و از مدافعین حرمه، او در جریان یک عمل جراحی برای لحظاتی از دنیا میره و سپس با شوک ایجاد شده در اتاق عمل دوباره به زندگی برمیگرده، که البته شفاعت از زهرا سلام الله علیها بوده که ایشون برگرده. اینم بگم که ما این حالت تجربه نزدیک به مرگ رو در بین علمای خودمون هم داشتیم، مثلا جناب شیخ خور عامدی که صحنه انقلاب دفنه، ایشون واقعا براشون پیش اومده. حالا من اگه فرصت بکنم جلسات بعد ماجراشون میگم، فرصت نکردم دوستان خودشون سرچ بکنن پیدا میکنن. ایشون از دنیا میره در جوانی و امام زمان رو میبینن و درخواست میکنن که من کاری نکردم و حضرت اجازه میدن برمیگردن. کتاب وسائل شیعه رو ایشون مینویسه که این سیجلد، همه فقها از این کتاب بهره مند شدن در طول تاریخ بعد از ایشون. و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، ایشون هم همینطور بوده، ایشون از دنیا میره متوسل به امام حسین میشه و ایشونو برمیگردن که حوزه علمی قم رو ایشون تاسیس میکنه. از این قبیل ماجراها ما بین علما داشتیم و رایج بوده. و اون دوستی هم که ما ازش ذکر خیر کردیم که البته برای ما یه شر شد ولی خب ذکرش ذکر خیر بود، ایشون هم که گفتیم از رفقاست و حالات این شکلی داره، ایشون هم جانبازه و ایشون هم تجربه شهادت داشته، حتی تو قبر گذاشتن ایشون رو و برمیگرده. و البته ماجرای ایشون مال ترک گناهی است که اتفاقاتی که براش رخ داده. مسائل اینجا هست با کتاب آنسوی مک خب متفاوته، قطعا میتلب ما توضیحات بیشتری بدیم، احتمالا از اینجور رفرنس ها بیشتر خواهیم داشت به علما و شخصیت های این شکلی. و چه سعیم میکنیم بیایم داستان رو از رو بخونیم، چون ماجره علامه مجلسی مثلا ما ترک کردیم اونم برای ما مایه شعر شد. خب من هم ماجره علامه مجلسی رو مجددا تو همین کتاب باز هم خواهم گفت انشالله خدا توفیق بده، ولی از رو میام میخونم براتون دیگه که بعد کسی اشکال نکنه. مثلا ماجرای مرحوم نراقی که از یکی از اهل برزخ برنج میگیره ایشون و میاره میگه تا چند سال ما از این برنج، یه پیمونه برنج به من دادن تا چند سال میپختیم، که میگه به همسرم گفتم به کسی نگو، وقتی گفت دیگه برنج تموش. برزخ این شکلیه، یعنی ماندگاریش به مصرفش نیست، چون نتیجه عمله، این جزای عمله، ماندگاریش به حبته که آدم حبتش نکنه، جنس نور و ظلمت. حالا اینو بعدم انشالله توضیحاتش خواهد آمد. بحث جزای عمل رو میخوام با یه رویکرد دیگه باز دوباره مطرح بکنیم، نکات خوبی انشالله خدا توفیق بده، وقت عزیزان رو هم میگیریم، ولی انشالله که بحثمون نتیجه داشته باشه. این بحث ها تا یه جاهایی رفت که اصلا باورمون نمیشد، یه عزیزی پیام داده بود که ما مصلای قم بعد از نماز جمعه رفتیم کتاب فروشی، بعد دیدیم که مردم ریختن و میگن که کتاب آنسوی مرگ رو بده که فلانی فلانجا شرح کرده. این کتاب رو الان به تو میشناسند و به دانشکده مهندسی و فضا این شکلی. ما که البته کاری نبودیم، اخلاص نویسنده است و نفس حق شما ها واقعا همینطوره، یعنی این باطن پاکی که رفقای ما دارن اینجا با اخلاص پیگیر مطلب، خود این به بحث برکت میده، وگرنه ما این کتاب بعضی هم دادیم خوندن مسخره کرد. همین حرفا رو هم بعضی هم میشنم و مسخره میکنه. بعضی از این افرادی که به شما معرفی کردیم به بعضی ها نشون دادیم مسخره کرده. یکی از این اساتید رو بردیم برای چند تا طلبه درس اخلاق و بعد ما رو مسخره کردن که این کی بود بعدش رو بردیم. اینجوریش هم داشتیم. این به باطن پاک آدم و یه سری مسائل دیگه برمیگرده، به اینا نیست که حالا به فلانی و ایکس و ایگرگ و این حرفا نیست. خلاصه ایشون میگه که
ایشون لحظاتی از دنیا رفته و برمیگرده، در همین زمان کوتاه چیزهایی دیده که درک اون برای افراد عادی خیلی سخته. همکار ما برای چند نفر رفقای صمیمی ماجراش رو تعریف کرد، اما خیلی نمیخواست ماجراش پخش بشه. در ضمن از زمانی که این اتفاق افتاده و از اون سوی هستی برگشته، اخلاق و رفتار فوق العاده خوب پیدا کرد. میگه من خیلی آدم شوخی بودم و خیلی سر کار میذاشتم، بقیه رو تو جبهه و تو عملیات و اینا مثلا سر کار میذاشته. بعد اثراتش رو دیده بوده که چیا شده، که مثلا فلان کلمه رو که فلانی گفت چی شد، مثلا با فرزند شهید و همسر شهید فلان شوخی رو کرد و شهید اون بر جلوش گرفته بود و مسائلی از این قبیل، که خب خیلی مسائل دقیقی است و جای توجه داره. یه بخشایش که فوق‌العاده است واقعا، حالا انشالله میرسیم میخونم. میگه مشتاق دیدن این شخص شدم، تلفن تماسش رو گرفتم، چندین بار زنگ زدم تا بالاخره گوشی رو برداشت. نتیجه چندین بار صحبت و چند سفر و دیدار و غیره کتابی شد که در پیش روی شماست. البته ساعت‌ها طول کشید تا ایشون رو راضی کنیم که اجازه چاپ مطالب بدن. در ضمن شرط ایشان برای چاپ کتاب عدم ذکر راوی ماجرا بود، لذا از بیان جزئیات و مشخصات و نام ایشان معذوریم. در این کتاب سعی بر اختصارگویی بوده، برخی مواردی که ایشون راضی به بیانش نبوده رو حذف کردیم. این کتاب در درجه اول بر روی اعضای گروه و نویسنده بسیار تاثیرگذار بود. واقعا میفهمه آدم وقتی کتاب رو میخونه، وقتی نویسنده متاثر باشه آدم میفهمه. امیدواریم که ماحصل پیگیری یک ساله دوستان ما در بهبود اوضاع معنوی مخاطبین ما مؤثر باشد. یه متنی که عرض کردم حدود 30 صفحه 20 خورده صفحه است در مورد تجربیات نزدیک به مرگ. این باشه برای جلسه بعد، من چون کتاب رو تازه خوندم یه سری ارجاعات تو این 20 خورده صفحه داره که البته برخیش رو خبر داشتم، برخیش رو هم مراجعه کنم. دو سه تا کتاب معرفی میکنه، مثل کتاب حیات پس از مرگ از ریموند مودی یا مثلا کتاب دید ذهن، تداوم هوشیاری. چندین کتاب این شکلی معرفی میشه که اینا مقالات علمیه و الان تو آمریکا و جاهای دیگه نوشته شده در مورد تجربیات پس از مرگ، که این جای مطالعه داره و بحث خیلی خوبی داره و یه سری مشترکات از اینها گرفتن. بعد میگه البته الان دیگه درش باز شده. بخش آخرش میگه که الان دیگه هم جنس گراها تجربه پس از مرگ میکنن، میگن من با همسر از جنس خودم تو بهشت با هم بودیم. مثلا دیگه الان درش باز شده برای همه از این جور تجربیات پس از مرگ دارن، دیگه خیلی بی در و پیکر شد. واسه همین بعد اون کتابه یکم بررسی بشه. البته حرفایشون نه، حرفایشون همش مستند و آیات روایاته و هیچ کنون از مطالب نیست که آدم بتونه رد بکنه. ولی ما سعی میکنیم شلو دوز عقلی و فلسفی بحث رو بیشتر بپردازیم. عنوانی که من تو بحث سوره مارکه متففی میخواستم در موردش صحبت کنم در مورد خود کم و زیاد بود. از واژه‌هایی که ما خیلی استفاده میکنیم کم و زیاده، میگیم این کمه این زیاده. سوره مارکه متففی نمیدونم در کم و زیاده، کم فروش. اصلا کم یعنی چی که به یکی میگن کم فروش؟ مثلا در مورد این یکم صحبت بکنم، خیلی بحث های شیرینی داره، نکات فلسفی. اصلا زاویه دید آدم نسبت به آدم، چون ببینید فلسفه علم نیست، فلسفه عینکه. یه خلطیه بعضی هم میکنم میگه این علوم از غیر اهل بیته. اصلا علم نیست که بخواد از غیر اهل بیت شما بگیری، فلسفه عینکه. شما میگه همین رو میبینی، الان بنده شما همین ستونی که اینجا میبینید میتونم به شما زاویه دید بدم از 10 زاویه بهش نگاه بکن، از حیث معماریش، از حیث گچکاریش، از حیث بتونش، از حیث سازه و تناسبش با بقیه جاهای این ساختمون، از حیث متراژش. 10 تا حیثیت میشه براش لحاظ کرد. فلسفه میگه همینه که داری زندگی میکنی یه زاویه دید دیگه بهت میدم. کم و زیاد یعنی چی که انقدر میگی کمه زیاده؟ درست شد؟ کیفیت یعنی چی؟ مثلا مقولات عشری که میگن جوهر یعنی چی، اعراض یعنی چی؟ خیلی بحث شیرینیه. ما به قول ما آقا گفته بود که ما میخواییم نفت رو بیاریم سر سفره مردم، که رو نتونست البته بیاریم. حالا ما میخواییم فلسفه رو بیاریم سر سفره مردم، انشاءالله خدا توفیق بده. تو این بحثا ازش استفاده میکنیم، نکات خیلی خوبیست. بعد میبینیم که آقا اصلا ما کم و زیاد نداریم تو عالم برزخ، همه چی زیاده، کم مال اینجاست. کوچکترین چیزی که شما به حساب نمیاری که یک خطور ذهنی شما باشه یه لحظه به ذهن شما میزنه تا ابد با شماست. البته به ذهن بزنه تصدیقش کنی، نه به ذهن بزنه لچه، به ذهن بزنه نگرش داری، این تا ابد اینو داری، این دیگه الان با توه. مثلا کم و زیاد نداریم چون انسان است و چیزایی که با انسان یکی میشه، همه حرفای ما داره با ما یکی میشه، نگاه های ما داره با ما یکی میشه، روابط ما داره با ما یکی میشه، همه چیز ما داره میشه عین ما. ما همینایم، ما مجموعه از روابطمونیم، مجموعه از حرفامونیم، مجموعه از چیزایی که میشنویم، مجموعه از چیزایی که میخوریم، چیزایی که میگیم، ما همینایم. این کم و زیاد نداره، این با ماست تا ابد.
اینو ان شاء الله بیشتر در مورد صحبت بکنیم و اون بحث خیلی خوبی هم که در مورد NDE دارن و ان شاء الله مجلسه بعد اگه خدا توفیق بده محضر عزیزان مطرح خواهم کرد. خدا ان شاء الله به حق این کتاب و این معارف، این کتاب فضای شهادت گونه ای داره، هوایی میکنه آدم، خیلی آدم تو این کتاب هوایی شهادت میشه با آنسوی مرگ فهم و فاز ایشون و کلاس ایشون هم از همه اون سه نفر واقعا باید گفت که بیشتر و بالاتره. اونا هم تا هر کدوم به نحو خودشون بعضی فهمه. حالا این نکته هم چون خیلی مطرح میشه، ببینید تجربه مرگ قبلا هم گفتیم، چون باز دوستان میپرسن، بعضی وقتا در حد پرواز روح، بعضی وقتا موته، یعنی ورود در یک عالم دیگه است. بسیاری از این حالات مخصوصا تو این غربی ها، میگه بچه مثلا 7 ساله تو استخر خفه شد و بعد مربیش باور نمیکرد، بعد با فلانی فلان لحظه فلان کارو کرد که تو این کتاب مقدمه ازش آورده، اینا اکثرا از سنخ پرواز روحه. تازه من اینو به شما بگم خیالتون راحت بکنم، ما تو کتاب آن سوی مرگ و تو این کتاب در واقع هیچ کدوم از افرادمون نمرده بودن. ما با مرگ واقعی اصلا روبرو نبودیم. مرگ واقعی اصلا این نیست. مرگ واقعی وقتی که یکی تو قبر میذارن، از اونجا تازه حواله برای شروع میشه. حساب و کتاب، سوال ملک، وضعیتش، افراد از کنارش میرن، تنهایی او، مسائلی که پیش میاد که همه اینا رو تو روایات داریم، هیچ کدوم اینا براشون پیش نیومده بود. اینا صرفا از بدن در اومدن، بعد چه خوش میگذره. خب اولش اگه در میاد خوشحاله. بعد بحث قبر و اینا که مطرح میشه، اونجا فضا فهم کرد، موقع غسل دادن و موقع قبر و جنازه‌شو وقتی میبینه و میخواد برگرده. و البته تو اون کتاب آن سوی مرگ یه اشاراتی توی که این داستانا کرده بود که این طرفه خودشو مینداخت روی بدنش که برگرده. اون مرگ واقعی اونه، ایشون اینا نمرده. حالا البته شهادت باز به نوعی است، مرگ به نوع دیگری است که این دو تا با هم کاملا متفاوته. مرگ حسابش، سوالش، کفنش، دفنش، قبرش، بعد هفته یه بار اجازه میدن این برگرده به خانواده سر بزنه، از قبر خودش خبر داره، کسایی که دور قبرش میان و با خبره. اینا مسائل بسیار مهمی است، شاید بعدا در مورد برخیش صحبت بکنیم. لذا اینم باز بابی نشه که بعضی فکر اینا مرگه. مرگ اینا نیست، این تجربه است صرفا و خلع روحه. برای خیلی هم پیش میان، استادی داشتیم و هست، شاید اینجا مثلا اومده باشن پیش شما، بعد ایشون یکی طلبه اومده و گفت من فلان مشکل دارم، یعنی یا نور یا قدوس تو صورت این فوت کرد خون، این میگه من دارم پرواز دارم میکنم به سمت مشهد امام زمان از قوم، میگه یه زیارت کردم برگشتم مشکل هم حل شد. فقط کردیم بعضی این قدرت رو دارن. مرحوم آیت الله کشمیری و آیت الله حسن‌زاده آملی فرمودن تو قبرستون میخوای بهت نشون بدم برزخ اینا رو ببینی؟ تازه برزخ رو نشون بدن نه پرواز روح. الان پرواز روح که دوره داره، دوره میرن میبینن، کلاس داره، 100% تضمینی 3 ماه پروازت میدن. درست شد؟ بعد طرف هم میره تقلب میکنه مثلا با پرواز روح، یاد میگیره که تو امتحان بره تقلب بکنه. پرواز روح که کاری نداره، اینا که رفتن و بلدن در صورت 20 ثانیه اینا سکوت بکنه به فلان چیز فکر میکنی، اینو تو ذهنت میارید و جا تاریک بشه، چراغ اونا روشن نکنی، شب باشه، اینطور باشه، اونطور باشه، این میشه پرواز روح. صرفا هم ممکن اصلا توهمات باشه که آدم وقت نیاز داره ساقیش رو عوض کنه. درست شد؟ ممکن اینا باشه، ممکن هم از طرف بتونه بری یه 4 تا چیزام ببینه. اینا اصلا خیلی به درد ما نمیخوره، اصلا کاری هم با این چیزا نداره. این بحث بحثی که آدم وارد عالم برزخ بشه، اصلا یه چیز دیگه است، از عوالم باید در بیاد، حجاب باید کنار بره. در مورد اینها ان شاءالله بیشتر گفتگو خواهیم کرد. عذرخواهی میکنم وقت از زانو گرفتیم. ان شاءالله شنبه ها محضر دوستان هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.